سلام به همگی خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم من پانتا هم. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه در ویدیو امروز میخوایم راجع به صفات مقایسه ای comparative adjectives صحبت کنیم قبل از اینکه شروع کنیم اگر عضو کانال یوتیوب My Persian Corner نشدین لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنین زنگولرم روشن کنین که حتما برای ویدیوهای آینده هم با خبر بشین حالا بریم سر درس امروزمون. با چند تا مثال شروع کنیم. خواهرم از من بزرگتره. My sister is older than me. یادتون باشه که در فارسی محاوره ای نمیگیم است میگیم ا پس بزرگتره زمستون از بهار سردتره Winter is colder than spring ماشین از دوچرخه گرونتره. A car is more expensive than a bike. من از دوستم قوی ترم. I am stronger than my friend. فارسی از انگلیسی آسون تره. Persian is easier than English. آیا شما با این جمله موافقین؟ به نظر من این گرامر حداقل خیلی آسون تره از انگلیسی خب همه اینا رو با هم ببینیم بزرگتر سرتر، گرونتر قویتر آسونتر چه چیزی میبینین؟ پسوند تر پس در فارسی برای صفات مقایسه ای فقط پسوند تر اضافه می کنیم. بزرگ بزرگتر سرد سردتر گرون گرونتر قوی قویتر آسون آسونتر در فارسی هیچ فرم بیقاعده ای نداریم مثلا در انگلیسی باید بدونیم که این کلمه چند بخشه که ای آر میگیره یا مور میگیره حتی از لحاظ املا بیگ big, بیگر دو تا جی میگیره ایزی ایزیر وای تبدیل به آی میشه اما فارسی اینطور نیست تنها تر اضافه میکنیم um, حالا شاید فکر کنین که در فارسی هم میگیم خوب بهتر و این بیقاعده است اما اینطور نیست خوب برای ببخشید کلمه good میتونیم بگیم خوب یا به که میگیم خوب به یکم فارسی قدیمیه ولی هنوز میبینیم مثلا در اسم بهنام بهنام اسم مرده به به معنی خوب نام به معنی اسم اسم خوب نام خوب right. um, پس میشه مثلا honorable distinguished پس طبق الگومون باید پسوند تر اضافه کنیم پس خوب میشه خوبتر به میشه بهتر ولی معمولا میگیم بهتر پس um, میشه انگلیسی میشه Uh, good better که بیقاعده است فارسی میگیم خوب, بیشتر میگیم خوب بهتر ولی در واقع بیقاعده نیست خب حالا شما بگین جدید جدیدتر قدیمی قدیمیتر خطرناک خطرناکتر آفرین خب حالا جمله مون رو ببینیم معمولا میگیم A از B صفت تر فعل مثلا یک ماه از یک هفته طولانی تره A month is longer than a year. پس A میشه یک ماه بعد از B میشه یک هفته طولانی تر است. یا E تو مثال قبلی گفتم من از دوستم قوی ترم من میشه A از دوستم میشه B قوی ترم. I'm stronger than my friend. ولی میتونم فائل رو حذف کنم بگم از دوستم قوی ترم چون از فعل مشخصه که فائل هست من چون میگم قویترم ام برای فائل من هست so, از دوستم قوی ترم از ما پولدارترند کی فائل کیه؟ از ما پولدارترند آنها They are richer than us از من سریتر می دوه کی؟ فائل کیه؟ از من سریتر می دوه او He or she runs faster than me ولی یادتون باشه که به طور کلی جمله بندی در فارسی انعطاف پذیره ولی شاید تاکید یکم عوض کنه ام این جمله سادهمون هست خواهرم از من بزرگتره اوکی ولی میتونم بگم خواهرم بزرگتره از من از منو آوردم آخر جمله میتونم بگم بزرگتر از من خواهرم اینجا یکم کم تاکید بیشتر رو بزرگتره میتونم بگم بزرگتره خواهرم از من میتونم اصلا فائل رو حذف کنم از من بزرگتره اینا یکم چیزای پیشرفته تره اگر سطح فارسیتون یکم بالاتر باشه میتونین با این جمله بندی ها یکم بازی کنین ولی اگر این یه درس جدیدیه براتون حتما با این جمله بندی ساده شروع کنین A از B adjective تر verb uh, یه دوتا تا مثال دیگه فردا باید زودتر بیدار بشم I have to wake up earlier tomorrow. خب اینجا از نداریم ولی معلومه فردا باید زودتر خب زودتر از کی مثلا از امروز right? I have to wake up earlier یک بلیت ارزونتر خریدم I bought a cheaper ticket just in general a cheaper ticket از آخرم این یه جمله ای هست که مادر بزرگم خدا بیامرز همیشه میگفتن از بد بدترم هست um, یه, یه جمله که کلا میگن فکر نمی کنم که تنها مادر بزرگ من میگفتن ولی از بد بدترم هست There's always something worse than bad یه کم مثل It could have been worse right? اگر ناراحت بودم از یه چیزی مادر بزرگم میگفتن اشکالی نداره ناراحت باش ولی بدون که بدتر هم وجود داره از بد بدترم هست چون این مربوط به گرامر امروزمون بود گفتم که با شما هم به اشتراک بذارم مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردین امیدوارم که براتون مفید بود اگر کمکتون کرد حتما این ویدیو رو لایک کنین و با دوستاتون به اشتراک بذارین این کانال رو و فعلا تا درس‌های بعدی خدافظ